بعد از 21 سال حضور در افغانستان باید از آن جهنم خارج می شدیم. اما من پایگاه نظامی بگرام را حفظ می کردم. هیچ کلب به احترامی به نظر افغانان و افغانستان پاکی خوری تو بود. منابع محلی در ولسوالی بگرام از فعالسازی دوباره زندان بگرام دست طالبان خبر دادند. در مرکز ولایتم در محبسین و در ماشومان و در اصلاح و روزنی مرکزون چخه 1945 تن زده کون که در سیواز دکلو لدرزون چخه به پال ماشین تیغ ماشین تمام بدن خود میزدن خون میریخ اولاد تبدیل میکردن همین خون خور که میریختی بسیار که زوف فکردیم میبر تبدیل میکرد اما آخریات چنان خون انسان به پیش از این بیارزش شده بود که هر چی خون میریخ میگفت اگه مردی شاره خور بزن چرا شاره خور میزید Victory for the United States will only be achieved when Americans and our allies no longer have to fear a terrorist threat from Afghanistan. در ولسوالی بگرام از فعالسازی دوباره زندان بگرام دست طالبان خبر دادن و گفتن که شمار از زندانیان پلچرخی به این زندان منتقل شدند. برخی از رسانه ها با نقل از منابع آگاه گفتن که روند انتقال زندانیان پلچرخی به زندان بگرام آغاز شده است. پایگاه هوایی بگرام واقع در ولایت پروان در حومی کابل پایتخت افغانستان در 20 سال گذشته پایگاه مرکزی نیروهای ائتلاف بر رهبر ایالات متحده در افغانستان بود که اکمالات جنگ این نیروها در جنگ با طالبان در سراسر افغانستان از همین پایگاه صورت می‌گرفت. همچنان افراد طالبان که در میدانهای جنگ به دست نیروهای ائتلافی ارتش افغانستان بازداشت می شد و زندانهای بگرام انتقال داده می شد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا چند روز پیش با انتقاد از خروج فاجعه با نیروهای آمریکایی از افغانستان ادعا کرد پایگاه هوایی بگرام در افغانستان که به گفته او آمریکایی ها صدها میلیون دلار هزینه کردند و اکنون در حال اشغال چین قرار دارد. World War 3 from happening. You are very close to World War 3. من از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری خواهم کرد. شما به وقوع جنگ جهانی سوم بسیار نزدیک هستید. اگر من رئیس جمهور می بودم، فاجعه افغانستان اتفاق نمی افتاد. اما حالا واقعیتی است که باید بپذیریم. بعد از 21 سال حضور در افغانستان باید از آن جهنم خارج می شدیم. اما من پایگاه نظامی بگرام را حفظ می کردم. این پایگاه تنها یک ساعت از جایی که چین در حال ساخت سلاح‌های هسته‌ای خود است فاصله دارد. ما به طرز احمقانه این پایگاه را به آنها واگذار کردیم. ما این پایگاه را سالها قبل با قیمت میلیاردها دلار ساختیم. ما باید این پایگاه را حفظ می کردیم. پرواز خروج باید در بگرام انجام می شد، نه در فرودگاه محلی کوچک آنها که همه جا آشوب بپا شد و بعد کار به منفجر شدن بمب‌ها رسید و 13 تن از بهترین افرادمان کشته شدند. می دانید آماری که من امروز شنیدم چه بود؟ 47 جوان آمریکایی از بین برده شد. بعضی ها پاها یا بازوهایشان را از دست دادند. بعضی ها هم صورتهایشان آسیب دید. این شرم‌آورترین فاجعه در تاریخ کشور ما بود که اتفاق افتاد. برخی از منابع غیر رسمی گفتند که چنایی ها در پایگاه های بگرام حضور دارد. اما تا کنون این موضوع به صورت رسمی تایید نشده و چنایی ها نیز در این مورد چیزی نگفتند. Where China makes its nuclear weapons is 1 hour away. Isn't that a beautiful thing to keep? رقابت چین و آمریکا در میدان افغانستان از سال 2001 که آمریکایی‌ها در افغانستان حضور پیدا کردند با اشکال مختلف
وجود داشته. چینی‌ها بیشتر در بخش‌های اقتصادی فعال بودند و تلاش کردند با بستن قراردادهای بزرگ در بخش معدن سرمایه گذاری کنند. زندان بگرام در جریان جنگ افغانستان به گوانتانامو‌های افغانستان مشهور بود و بسیاری از افراد طالبان در این زندان بسر می‌برد. مجاهدین قندار شکنجه از اون از ایراد کده بالا بود. حتی اونا رسمی مادر زادیشان خسی کده بینن. هیچ نمیفهمیده چاخ شده بود، هیچ نمیفهمیده که این مرد است. اکر نشانهای قوی با حالت سردی که هیچ طاقت نمیشد بجونه. گازهای مختلفی در داخل اتاق راه چیز میداخت که هیچ نفس کشته نمیشد. زندان سیاه به خاطر از این میگم که شکنجه زیاد بود و به فضای بیرون هیچ ارتباط نبود و زیادتر شکنجه روحی میدادم. بیشتر به سر از اینا که اکثر مریضی های عصیب از اینا پیدا شده بود، ارتباطات کلن قطع بود و اونا تخفیف و این چیزا به تخفیف و خلاصی اینا به بگرام نبود به هیچ وجه. و پل ماشین، تیغ ماشین تمام بدن خود میزدن، خون میریخ، اولاد تبدیل میکردن، همی خون خور که میریختید بسیار که زوف میکردید میبرد تبدیل میکرد. اما آخریات چنان خون انسان به پیش از اینا بیارزش شده بود که هر چی خون میرخ میگفت اگه مردی شاره خور بزن چرا شاره خور میزن؟ انگیزه میداد بندیار که مثلا خودکشی. بخشی از پایگاه هوایی بگرام است که در جریان جنگ 20 سال افغانستان مرکز فرماندهی جنگ امریکا و نیروهای ناتو علیه طالبان بوده است. این پایگاه که در شمال کابل قرار دارد، بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در افغانستان بود که امریکا در جولای 2021 و در پی توافقنامه دوحه که با طالبان به امضا رسانده بود، از این پایگاه خارج شده و مسئولیت آن را به نیروهای امنیتی افغانستان سپرد. پس از خروج کامل امریکا از افغانستان، این پایگاه به دست طالبان افتاد. به طور که این گروه در سومین سالگرد خود از پیروزی در این زندان تجلیل کردند. جریان 3 سال گذشته در این پایگاه و با استفاده از تسهیلات بجامانده امریکا تجلیل کرده. ترامپ حزب جمهوری خواه چند پیش در جریان یک گرده همایی انتخاباتی بر نیاز نگه داشتن پایگاه نظامی بگرام در افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی پیش از خروج آنها از افغانستان تاکید کرد و گفت این پایگاه را دوست داشت. او همچنین گفت این پایگاه اکنون در اختیار چین هست. ترامپ گفت که آنون از همچنین از بگرام از یکی از پایگاه‌های جهان با طولانی‌ترین، قدرتمندترین و ضخیم‌ترین باندهای پرواز دست کشیدند و آنها را رها کردیم و من آن را دوست داشتم، نه به خاطر افغانستان، به خاطر چین دوستش داشتم. این پایگاه از جایی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را می‌سازد یک ساعت فاصله دارد و می‌دانید که اکنون در اختیار کیست. چین اکنون در اختیار آن است و از آن استفاده می کند. Why is he speaking to the Taliban? Because that's where the problem was, right? In Afghanistan. At the Kabul airport last summer. Where are you?
Where are you? And we would have gotten out. I got it down to 2,000 soldiers, but we were going to keep Bagram because I don't want soldiers killed. That's why I'm speaking to the Taliban. So... د هیواد پر ارضی تمامیت بانی حاکمی و الحمدلله دا مصابیت کردی هم ده پر فضا بانی با هم حاکم کیجو بزند خدا بیا با انشاءالله توک کم تخطی و نکرائیسی هر توک دا تخطی کهی رو تا توسیه داده چه باید زمرد هیواد حرم دی احترامو کی او دا احترام په نظر کې ولري او هیڅ کله د احترامي په نظر افغانانو او د افغانستان پاکي خاورې ته وګور و نه ګور Why is he speaking to the Taliban? Because that's where the problem was, right? In Afghanistan. Because I don't want soldiers killed. That's why I'm speaking to the Taliban. بروز یک شنبه تاریخ 11/3 اداره تنظیم امور زندان ها دستاوردهای یک سال خود را با رسانه ها شریک ساخت. سرپرست این اداره میگوید 150 تن خارجی نیز در این زندان های حکومتی زندانی اند. به گفته آنها این زندانیان تبا از چندین کشور هستند و به دلیل جرایم مختلف دستگیر شدند. شاوخاد بهرانی هوادو یا د همسایه هوادو تبان خبر ده چې بنجان د همسایه هوادو یو نیم سل په شاوخوا کې بنجان موږ په خپل هیواد کې لرو هغه د مختلفو جرمو البته په دنیایي معاملاتو کې په پریپ کاری کې په جیل کاری کې په داسې شان در حالی که امریکا ادعای زندانی بودن 4 تن از اتباع خود را در افغانستان کرده اما مولوی محمد یوسف مستری سرپرست اداره تنظیم امور زندان‌های این ادعا را رد کرد و میگوید در میان زندانی‌های آنها هیچ تبع آمریکایی وجود ندارد. آقای مستری می‌افزاید 150 شهروند از کشورهای خارجی و همسایه با ما زندانی هستند. این افراد به جرایم مختلف از جمله جعلکاری، کلاهبرداری و معاملات نادرست متهم هستند و به دلیل عرضه مردم دستگیر و از زندانی شدند. سرپرست اداره تنظیم امور زندان ها از ارائه تسهیلات به زندانیان خبر داده است و می افزاید که علاوه بر آموزش در زمینه های تعلیمی دینی و عصری، مهارت های مسلکی، صحی امکانات مختلف در تمام این زندان ها برای زندانیان فراهم شده. زندانان شهر سمون اداره نظامی معاونیت یو مهم رول لوبوي چې په دغه محبوسینو کې دلته هر عنوان هغه مجرمین و هغه متهمین کسان څومره دي چې اوسیږي د هغو سره رویه رفتار کردار او د هغو د بودوباش او د هغو د امنیت او د هغو ساتنه رول لوبوي الحمدلله په ټول افغانستان کې به څوک ثابت نه کړي چې په زندانونو کې شکنجه وي وهل وي ټکول وي او زورول وي او تعذیر ورکول وي او ذهني تکلیف وي با
به گفتی وی 2241 زندانی از علوم دینی در زندان فارغ شده و 6408 زندانی دیگر مشغول یادگیری هستند. در عین حال مصری تایید کرده که پس از خروج نیروهای آمریکایی زندان بگرام دوباره فعال شده و تعداد از زندانیان به آنجا منتقل شده است، اما در مورد هویت این زندانیان اطلاعات ارائه نکرده است. یعنی پس 415 سال پیش در آمریکا که 2241 تن زندانیان در دینی زدکړو له بیلابیلو برخو څخه فارغ شوي دي، او دا مهال 6408 تن زندانیان د دینی تعلیماتو په بیلابیلو برخو کې په زدکړو بوخت دي، هلته داخل په زندانونو کې. آقای مستری افزوده است که بله، زندان بگرام در حال فعال شدن است. این زندان بزرگ در دو سال گذشته از آن استفاده صورت نمی گرفت و خالی بود، به همین دلیل در حال خراب شدن بود، زیرا ساختمان های خالی تخریب می شود. این زندان هم اکنون در اختیار امنیت ملی استخبارات قرار دارد. کار پاکسازی و باسازی آن جریان دارد و تعداد از زندانیان نیز به آنجا منتقل شده. او در مرکز ولایتم در محبسین و در ماشومان و در اصلاح و روزنی مرکزون چخه 1945 تن زیدکون که در سیواز دکلو لدرزون چخه پرغسی بگید. او دا محل هم 2350 تن زیدکون که در مرکز ولایتون در محبسون و در اصلاح در مرکزون چخه در سیواز دکلو پر درسون بخط یلت به داخل در زندانون که. بر اساس اطلاعات اداره تنظیم امور زندان‌ها در حال حاضر 11000 زندانی از جمله 1000 زن در زندان‌های کشور با ارتکاب جرایم مختلف زندانی هستند. سرپرست این اداره می‌گوید 10 تا 12000 تن در توقیف خانه‌ها نگهداری می‌شود و پس از تصمیم محکمه یا آزاد و یا هم به زندان‌ها فرستاده خواهند شد. آقای مصری در این مورد می‌گوید از 10 تا 11000 چنین آقای مستری در این مورد میگوید از 10 تا 11000 چنین محکومین و زندانهایی داریم که به حبس محکوم شدند. در میان آنها 1000 زن نیز شامل و حدود 800 کودک نیز شامل است. 800 کودک و یا افراد زیر سن نیز در این زندانها نگهداری می شود. البته افرادی که در حال حاضر تحت توقیف هستند و منتظر محکمه هستند حدود 10 تا 12000 تن میرسند. مسئولین اداره تنظیم امور زندان‌ها از برخوردهای خوب با زندانیان خبر داده است و میگوید که سال گذشته پلان‌های تفصیلی، پالیسی و پلان‌های استراتژیک این اداره تهیه شده و بر این اساس از هر گونه خشونت با زندانیان در زندان‌ها جلوگیری شد. حبیب الله بدر، معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها گفته است که هیچ کس در تمام افغانستان ثابت کردن نمی‌تواند که در زندان‌های ما شکنجه، آزار و اذیت و آزار دادن روحی وجود دارد. افراد رسانه‌ای هزارگاهی می‌آیند و ما اطلاعات کامل را با آنها به اشتراک می‌گذاریم. بر اساس اطلاعات اداره تنظیم امور زندان‌ها، بر اساس دستور محاکم 3243 تن از زندان‌ها آزاد شدند. 3016 تن از ولایات به مرکز، از مرکز به ولایات و از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل شده و برای تعیین سرنوشت 1562 تن زندانی با سر محکمه هماهنگی شده. مقامات افزوده است به منظور مسلکی شدن و افزایش ظرفیت پلیس و نگهبان زندان‌ها 680 افسر و سرباز در حال ورکشاپ و آموزش و سمینارها می باشند. دیگه بگرام او دیگه قابل توصیف نیه، او ما نمیتونیم به زبان بگیم، نو به کتابت میشه، نی به بیان میشه، نی به بنان میشه، به هیچ رقم ظلمی که به بگرام بود مور تشریح داده نمیتونیم. مجاهدین هم داخل مثلا
بیوجی کردن، بسیار سگاری لکردن، بعد از همین رقم مجاهدین را بدون به مترکش کردن، این شکنجه های زیاد کنن. سد 50 تا عسكر مریخ به داخلی از اتاق شروع میکرد بزدن به هر جا که میخورد و به هر جا که میزد به این شکل و زیادتر موسفیده و امی آدم هایی که یک ذره کلانتر و علما رو زیادتر شکنجه میکردن. میگفتم شما تمام مسائل کسته به دست شما نه، سازماندهی و پروگرام همه دست خود شما نه. به اون اساس آدم هایی که یک ذره متبرتر بودن اونا رو بیشتر شکنجه میکردن. رو داخل یعنی به چشم خود ما دیدن که بدر کرده بیتیه، فقط به خاطر چی که میگم من پام زخمیه قریم میدم دوسیمو وقت دسکری به ایراد زخمی شده بودن نه ای پا ای به اونجا فقط گفتن مرد تداوی کنیم رای کنیم به ریاست به چیز به 400 بستر کابل به خاطر تداوی پا می چرکی شده این گفتن نه دو دو به می تقم خود می شخصا دیدم که شکم خوروا کرد رودای دیمی شده یک دفعه صبح لد نکردم یک دفعه چاش یک دفعه شام مستقیم یک گروه یعنی گروه بنام شکنجه اینا می آمدم سواد نان می دادم سوادم لد نکردم سخت‌ترین شکنجه ها در بگرام به نام شو یاد میکردم. او جا نامای بلاک ها نامای مخصوصی داشت، بلاک دلتا بلاک چی با شو که یک بلاکی بود، بلاک مخصوصی قرف و قرفه بود. در اونجا کسانی که میخواستن که زج بدن به داخل یک خلطه میکردن او را آویزان میکردن، همیشه آب بالای روان بود، یعنی عذابای گوناگون در داخل شو بود. وقتی که داخل شو میشدن با ما میگفتن خود تو تعیین کن چند شو لاختور بزنی، خود تو خود دراز بکش. دیگه بعد پیران دادن بدر میکرد و گوش شلاغ قیه که دشت شلنگ او دیگه تقریبا 100 تا 80 تا هر چی که دل میخواست میزد. 10-15 روز هم اتاق برای ما بسته کردن، فقط یک نان خشک برای ما میدادن، چیز دیگه نمیدادن. تمام چیز از اتاق بیرون کردن، لیست داخل این اتاق لوچ بود. اونجا دیگه دکتر برای ما نوردن، اونایی که مریض بود برای یک ماه نه دکتر نه مواد، فقط مواد خوراکی ما یک نان خشک برای ما میدادن.